خانه کارون بالاخره شهرهایی که رودخونه از شما عبور میکنه، زیبایی اون شهر به همون رودخونه است و این زیبایی و طراوت و فرصت‌های خاصی رو برای شهر اهواز ایجاد میکنه. ولی خب ما خوب نتونستیم در واقع حالا به هر شکلی از این فرصت خدادادی خوب استفاده بکنیم. میشه گفت که این ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و مقررات و قوانین و اینی که به هر شکلی متولی حریم و اینا آب و برق خوزستان دارد نیروه، یعنی این عدم در واقع مدیریت واحد شهری که عملا شهر در اختیار شهرداری ها نیست در کشور ما. مشکل کارون به نظر من دو تا مشکله، یکی مشکل در واقع انتقال آب کارونه، یه مشکل دیگه سرازیر شدن فاضلاب به رودخانه کارونه. یه درصد بسیار پایینش میره تصریف میشه، ما بقیش یا توی رودخونه کارون میریزه یا در اطراف اهواز و در اون در واقع رها میشه. خب این آب همش در واقع با ورود فاضلاب هم به بحثای آب و شرب در شهروندان لطمه وارد میکنه، هم به موضوعات زیست محیطی و این موضوعات در تصریف قرار میده. ما متاسفانه به اون بخش انتقال آب حالا تو این چند سال داره پرتافته میشه، ولی به اون بخشی که رودخونه آب در درون شواشه معناش از دست بوده دیگه، تبدیل به یه در واقع یه دیگه نمیشه اسمش گذاشت رودخونه دیگه. میانگین ریزش های آسمانی در حوزه آبریز کارون بزرگ تا سوم اردیبهشت ماه نشون میده که میتونی حدود 40 تا 44% ما کاهش بارندگی روبرو بودیم در این حوزه، در صورتی که خب ما میدونیم رودخونه کارون هم این دو سال پیش بیش از 3000 متر مکعب آب رو در همین مقطع پل سفید اهواز از خودش عبور داد در اون سیل روز 98 و برای یه رودخونه بایی همچین بستر بزرگی عبور 200 متر مکعب آب به نظر یه جوی باریک میرسه و خب از خیلی از مقاطعش میشه عکس گرفت که این کارون خوش شده، ولی واقعیتش اینه که الان آبی که در کارون وجود داره همچنان نسبت به همه رودخانه هایی که در کشور ما هست پر آبترین رودخونه هست.